سر خط خبرها. بخش عمران به تحریم‌های اقتصاد ایران اضافه شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید این بخش با سپاه پاسداران ارتباط دارد. جمعه 10 آبان برابر با اول نوامبر 2019. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران در نظر گرفته. این تحریم‌ها بخش ساخت و ساز یا عمران را هدف قرار داده. آمریکا میگوید به این دلیل که سپاه پاسداران را با فعالیت‌های ساخت و ساز در ایران مرتبط می‌داند، این تحریم‌ها را اعمال کرده. علاوه بر آن، معامله چند کالای استراتژیک دیگر با ایران هم تحریم شده. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است که این تحریم‌ها کم و بیش به شکل‌های گوناگون پیشتر هم وضع شده بود. شبنم شبانی گزارش می‌دهد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، هدف بخش ساخت و ساز یا عمران در ایران. علت آنطور که مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید، کنترل بخش عمران ایران مستقیم یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. آمریکا سپاه را نهادی تروریستی می‌داند. تحریم بخش عمران ایران صادرات فلزات خام، محصولات نیمه ساخته ریختگری، گرافیت، زغال سنگ و بعضی نرم افزارها را برای ایران دشوار خواهد کرد. علاوه بر تحریم بخش ساخت و ساز، وزیر خارجه آمریکا معامله 4 ماده استراتژیک را برای ایران ممنوع کرده. موادی شامل برخی انواع فولاد زنگ نزن و ورقه‌های آلیاژهایی با ترکیبات مشخصی از فلزات نیکل، کروم، تیتانیوم و تنگستن. وزارت خارجه آمریکا میگوید این مواد با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و موشکی ایران مرتبط دانسته شده‌اند. مورگان اورتگا سخنگوی این وزارتخانه میگوید هدف این تحریم جلوگیری از دستیابی سپاه پاسداران به این مواد و توسعه فعالیت‌هایش است. تحریم‌هایی که به نظر می‌رسد دامنه وسیع از فعالیت‌ها و مراودات اقتصادی را در بر بگیرند. اعلام این تحریم‌های جدید تقریباً همزمان بود با اعلام تصمیم کاخ سفید برای تمدید معافیت همکاری‌های هسته‌ای ایران با چند شرکت اروپایی، روسی و چینی. معافیت‌هایی که ظاهراً هدفش کنترل بیشتر بر هر حرکت احتمالی تهران به منظور دسترسی به برنامه هسته‌ای نظامی است. تصمیماتی که به نظر می‌رسد بر همان مدار فشار حداکثری واشنگتن بر تهران حرکت کند. شبنم شعبانی، بی بی سی. محسن بهزاد کریمی تحلیلگر مسائل ایران از بروکسل بلژیک با ماست. های بهزاد کریمی، میدونیم ایران تحت تحریم های شدیدی، هر از گاهی هم این تحریم ها شدیدتر شده. دور تازه چقدر کار رو بر ایران سخت میکنه؟ با درود به شما جناب موسوی، دور جدید تحریم ها هم مطابقا همان گونه که تحریم های هدفمند قبلی از سوی دولت پرزیدنت ترامپ به هدف زمینگیر کردن اقتصاد نظامی جمهوری اسلامی ایران طراحی و به اجرا گذاشته شده، خب بخش وسیع‌تر و زیرساختی‌تری از این گروه‌های نظامی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران که غالبا از اعضای سپاه پاسداران و از زیرشاخه‌های سپاه پاسداران هستند رو هدف قرار میده. میدونیم که این اژدهای هزار سر سپاه در شرکت‌های متعددی و مؤسسات مالی متعددی چه در درون مرزی در برون مرز و چه در منطقه مشارکت داره. بنابراین این بار هم با زیرکی تمام و با مطالعه دقیق خزانه‌داری دولت آمریکا با راهنمونی که به دولت پرزیدنت ترامپ داده یک تحریم هدفمند رو به اجرا گذاشته. فرمودید هدفمند. بسیاری میگن که الان تقریبا همه چیز تحریم شده، اگر فقط و فقط نهادهای نظامی بوده یا کسانی که مرتبط با حاکمیت بودند، الان از دایره اون وسیع‌تر شده. تا چند اندازه این شکل رو هدفمند میشه تلقی کرد؟ ببینید، هدفمندی از آنجاست که در ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی چیزی خارج از سیستم نظامی و اقتصادی سپاه پاسداران و اون حلقه قدرت نیست. شما از بیزنس های کلان بگذاریم، حتی از بیزنس های متوسط بازار امروز ایران رو ما تحت اون مونوپولی سپاه پاسداران و نظام حاکم میبینیم. چیزی چه در زمینه بازار سنتی و چه در زمینه اقتصاد کلان خارج از این چارچوب سپاه پاسداران و سیستم حاکمیت ما پیدا نخواهیم کرد. اگر سالها هم شما به موش کافی بخواهی بپردازی که چیزی خارج از این حاکمیت هست، خب یک دروغ محض خواهد بود. چیزی ما به عنوان اقتصاد آزاد در ایران نداریم که تحت تأثیر مردم به طورت مستقیم یا به قولی سرمایه داران ایرانی باشه. ممنونم از محسن بهزاد کریمی، تحلیلگر مسائل ایران از بروکسل بلژیک با ما.